سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروزم با یک درس جدید در خدمتون هستم. یکی از مسائلی که خیلی از بچه ها یعنی میان سر کلاس یا حالا تو کامنت ها، یعنی کلا دغدغه بچه های سطح پایین حتی سطح بالا هست، بحث مسکولن فمینن یا همون مذکر مؤنث بودن لغاته، که منم همیشه میگم معمولا هیچ قاعده خاصی نداره و سعی کنید از اون اولی که میخواد یک کلمه رو یاد بگیرید با لختی کلش یاد بگیرید. یعنی مثلا اگر دارید در حال یادگیری مثلا لغات هستید، وقتی که میگید میز به زبان فرانسه نگید تابل، بگید لا تابل، یا نگید کتاب میشه لیور، بگید لو لیور. اینجوری میمونه تو ذهنتون که کتاب همیشه با لو با هم میاد. این یک راهی که من همیشه بچه توصیه میکنم. حالا یه سری قواعد هست، ولی فراموش نکنید که تو همین قواعد هم استثناءاتی هست. ولی اگر میخواید یک شناخت کلی پیدا کنید که چطوری ما باید کلمات مذکر و مؤنث از هم تشخیص بدیم، تو این ویدیو براتون توضیح دادم. خب ببینید، براتون چند تا مثال زدم. ببینید، اون تابل یعنی یک میز، اون شیز صندلی، اون لامپ، اون بوم، سیب، اون اکول، مدرسه. حالا بخوام بهتون میگم یک تصور اشتباهی که وجود داره که میگن اگر او آخر کلمه باشه اون کلمه فمیننه. ببینید، من براتون سریع همون تعداد لغت رو تقریبا اینجا 4 تا براتون مثال زدم که ببینید الف آخرش او داره، یک دانش آموز، ولی کلمه مذکریه. ام مرد آخرش او داره ولی بازم مذکره. عقب درخت آخرش او داره ولی میگیم انقب. لیو آخرش او داره، کتاب، ولی کلمه مذکریه. پس این که آخر کلمه او داشته باشه، این تاییدی بر این که اون کلمه فمینن هستش نیست اصلا. خب حالا این مسئله او در کجا بیشتر خودش رو نشون میده؟ اگر ما صفتی داشته باشیم که او داشته باشه، اون صفت میشه گفتش که در بیشتر مواقع فمیننه. یعنی چی؟ وقتی که میگیم ایل انگله یعنی او انگلیسیه، ولی وقتی که برای فمینن بگیم میشه انگلز. آلمو وقتی که او بشه میشه آلموند. اینجا بله، اینجا این صفت فمینن هستش، ولی برای اسم این قضیه صادق نیست. پتی، پتیت، پتیت فمیننه، کوچک. ورق، وقت، سبز، وقتی که او بگیره فمینن میشه. پس ما برای صفت ها یک او اگه استفاده کنیم در بیشتر مواقع فمینن میشه. خب حالا اینجا براتون تابلو کشیدم. ببینید، اگر کلماتی در حالت کلی به این حروف خط بشه فمینن هستم. ببینید، اینجا براتون نوشتم ادئو میشه چی؟ لا پروموناد. پس اینا خب حفظ کردنش راحت نیست، ببینید زیاد هستن، ولی خب اگر که دوست دارید میتونید کم کم اینا رو حفظ کنید. اگر به ا ان سی او خط بشه چی میشه؟ تولرانس، دیستانس، اینا همه فمینن هستن. اینجا چی میشه؟ لا پاسیانس، پرزانس. خب پس اینجا او ان سی او، پاسیانس، پرزانس، اینا فمینن هستن. او دوبل تی با او میشه چی؟ لا پوست، میشه سرویت. خب اینا همه وقتی که اینو میبینید، من براتون قرمز گذاشتم که قشنگ متوجه بشید. با او او ا خط بشه میشه شالور، فلور، اینا همه فمینن هستن. تی ای او ان میشه چی؟ لانسکریپسیون، اکسیون، اینا فمینن هستن. اس ای او ان پروفسیون فمینن هستش. او ار او مثل ناتور، une aventure. O-I-X, ça va être la voix. O-I comme la loi. T-E accent, Michel, la liberté, la beauté. Après E accent et après E, ça va être la dictée, l'idée. Et après O, deux S-E, on dit la gentillesse, la tristesse. A-I-S-E, ça va être la fraise, la chaise. خب، حالا پس شما باید اینا رو حفظ کنید. اگر که واقعا براتون اهمیت داره که وقت بذارید و کلمات فمینن و مسکولن رو بتونید تشکیل بدید، میتونید مثلا روزی دو تا یا سه تا اینا رو نگاه کنید و بگردید توی روزنامه ها، اخبار، حالا تلویزیون، تلفن، حالا هر چیزی که در دستتونه، بگردید کلماتی که آخرش به اینا ختم میشه و پیدا کنید و روبروش بنویسید و برای خودتون یک لیست تهیه کنید، از این جهت که کلمات کم کم اینا تو ذهنتون بمونه.
حالا من این کار رو برای کلمات مذکر یا مسکولان هم کردم. ببینید اجه او مثل چی؟ لو بگج گاراژ. خب ال مثل لو جورنال، او ان مثل لو گارسون کریون، او ای ار سا وا اد لو میروار لو دووار، فون c'est comme le téléphone, le microphone. ISME comme le réalisme. Teur comme l'ordinateur. E comme le tableau. Mais ENT, ça va être le changement, instrument. SCEPE comme le télescope. Télescope. Hop, agar. اسامی با این حروف خط بشن، اینها در حالت کلی مذکر هستن. آیا حروفی هم هستش که به اینا خط بشه ولی مؤنث باشن؟ بله، ولی فعلا لزومی نداره شما بخواید در مورد استثناء وقت بذارید. فعلا اینا کلیتشو حفظ کنید تا بعدش برسیم به جزئیاتی که حالا استثناء کدومن و اینا. خب حالا اینجا برات یه چیزی کلی نوشتم. ببینید ما گفتیم اگر، برای اینکه میگم استثناء چجوریام، گفتیم اگر ارج باشه مسکولن، اینجا بهتون گفتم ببینید، ولی سری براتون یه مثال آوردم که میگیم چی؟ لا، نمیگیم لو پلاژ، میگیم لا پلاژ، میگیم لا پاژ، میگیم اون ایمژ. ببینید الان همین الان ما براتون سه تا مثال خیلی رایج، پلاژ به معنی ساحل، پاژ به معنی صفحه، ایمژ به معنی تصویر یا عکس، خب براتون پیدا کردم که به این خط میشه ولی فمینن هستن، مؤنث هستن. پس قواعد کلی رو داشته باشید ولی حواستون باشه که همیشه استثنام هست. روزهای هفته همه مذکر هستن، یعنی از لندی، مقدی، مخگو، دیوان، قدی، سمدی، دیماش همه مذکر هستن. لموا، ماهای سال، ژانویه، فوریه، مارس و الاخر همه مذکر هستن. لسزون، چهار فصل مذکر هستن. للانگ، زبانها، خب زبانها مذکر هستن. ولی حواستون باشه که مثلا میگیم جمل فرانسه، je parle français. خب وقتی میگیم فرانسه مذکر، اینجا میگیم je parle français, je parle anglais, je parle chinois. ولی وقتی که ما کلمه خود زبان رو استفاده میکنیم، خود کلمه زبان فمینن، یعنی چی؟ مثلا میگیم j'aime la langue française. اینجا وقتی که کلمه زبان خودش به صورت فمیننه، پس فرانسه مثل ملیت میمونه، باید به صورت فمینن به کار برده بشه. مثلا j'aime la cuisine française، دوست دارم آشپزی مثلا فرانسوی رو. حواستون باشه که اگر که در مورد زبان ها دارم صحبت میکنم به صورت کلیه، وقتی که میگیم je parle chinois، من چینی صحبت میکنم، ولی وقتی کلمه زبان رو استفاده کنید باید فرم فمیننش استفاده کنید. خب اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که لذت برده باشید. تا این ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.